سلام همراهان گرامی، امیدوارم حال دلتون خوب باشه هر جای این کره خاکی که هستید. یه مسئله بود گفتم شاید این ویدیو رو من بذارم به دردتون بخوره، اینکه راجع به وقتگیری از سایت میخک و اونایی که توی ترکیه هستن یا هر کشور دیگه ای هستن. من نمیدونم فقط ترکیه اینجوریه یا اینکه کشور دیگه هم همینطوریه. وقتی میخوام مراجعه کنم به سفارت ایران توی اون کشور، باید هفخوان رستم رو طی بکنن یا نه؟ ولی توی ترکیه برای مراجعه کردن به سفارت ایران توی آنکارا باید هفخوان رستم رو طی کنی. واقعا سایتی هست به نام سایت میخک. این ویدیو یه درد دل بذاریم یا هرچی که میخواییم اسمشو بذاریم، یه ویدیو راهنمایی بذاریم. یه سایتی هست به نام سایت میخک که وارد سامانه میشی و وقت میگیری و وقتی نوبت داد بهت میری اونجا کاراتو انجام میدی. و حالا بگیم از اینکه این سامانه چطوری وقت میده به 3 سال قمری طول میکشه که این سامانه به شما وقت بده. یعنی در ماه 2 بار این سایت باز میشه، استندبای باید بشینی پای کامپیوتر، گوشی هم اصلا جواب نمیده، یعنی با گوشی اصلا نمیشه بری داخل سایتش، حتما باید پای کامپیوتر یا لپتاپ باشی، بشینی پای کامپیوتر باز بشه سایت بری داخلش. 15 و 30 هر ماه باز میشه این سایت، در ماه 2 بار باز میشه و میشینی پای سایت اون لحظه مراجعه میکنی. اگر تونستی راندوو بگیری، حالا به قسمت هایی که میخوای، یکی کار شناسنامه داره، یکی کار گواهی نامه داره، یکی کار وکالتنامه داره، یکی از اون گزینه ها رو انتخاب میکنی، وقت میگیری، یه کد نوبت‌دهی بهت میدن، حتما روشه، مراجعه میکنی به سفارت آنکارا ایران توی آنکارا برای تو انجام میدی. قبل از اینکه بخوای نوبت‌دهی انجام میشی، مراحلش اینه که شما وارد سامانه میشید، ثبت نام میکنید، وقتی ثبت نام کردید مشخصات دادید، یه کد راهگیری بهتون میده، بعد از اونجا خارج میشید. یه لینک دیگه ای داره، سامانه نوبت‌دهی هست، من توی کانالم میذارم اینا رو همه رو. سامانه نوبت‌دهی هست، میرید داخل اون لینک، اونجا وارد میشید، کد ملی رو میزنید، کد راهگیری که بهتون داده اونو میزنید، بعد یه دونه از این کدایی که مخفی هستش بهتون میده از اینا میدید و وارد میشید. روز و تاریخ و ساعت رو انتخاب میکنید و نوبت میگیرید. مثلا 15 و 30 هر ماه باز میشه، 15 ماه باید 14 ماه 12 شب به بعد که میشه 15 باید پای کامپیوتر باشید سریع، خیلی سریع، یعنی به سرعت باد باید بتونید سریع اینو نوبت رو بگیرید. نگرفتی دیگه رفت و 30 ماه بعد. دوستان عزیزی که توی کشورهای دیگه هستم، واقعا برای اینکه مراجعه کنم به سفارت ایران توی اون کشور انقدر باید درد سر بکشن؟ پارسال که خواستم برای دخترم اقامت بگیرم، مدارکش همه ایران ترجمه شده بود، مهر شده بود، وزارت امور خارجه و دادگستری و دفتر با ترجمه رسمی اینا رو همه رو انجام داده بود، نفرستادنم آنکارا، ولی جدیدن دارن این کارو میکنن، میفرستن آنکارا به خاطر اینکه نمیدونم چرا، واقعا نمیدونم چرا. فقط میری اونجا یه امضا میگی، این همه هم وایسی تو نوبت و صف و داستان نوبت گرفتن. اگه میخوان اقامت ندن خب بگین اقامت نمیدین، چرا این همه دارید میپیچونین آدم ها. من واقعا کلافه شدم. برای محمد مهدی برادرزادم الان چند روز بیشتر از تاریخ ویزاش باقی نمونه، من باید اقامت براش بگیرم اگه ویزاش داره تموم میشه و الان لنگ این موضوع هم. بعد ببرم مدارکش که از ایران همه مهرش خورده شده، ببرم سفارت ایران هم توی آنکارا مهر بزنه، بعد از اونجا ببرم وزارت امور خارجه توی ترکیه، یعنی وزارت امور خارجه ترکیه دی شیشلره باکان بهش میگن، دوباره ببرم اونجا مهر بزنه. سفارت هزینه که باید پرداخت کنم برای تایید اونا، هر برگی مثلا ترجمه شناسنامه هست 5 یورو باید بدم، چون مهرش ایران خورده. اگر ایران ترجمه نشده بود، مهر نخورده بود، بعد 20 یورو میدادم. 5 یورو به اون باید بدم، 5 یورو برای وکالتنامه باید بدم. بعد دوباره باید بریم توی وزارت امور خارجه هم، مال ترکیه هم، اونجا هم یه هزینه داره برای تاییدشون، اونا رو هم باید پرداخت کنی. میتونی یورو بدی، میتونی به لیر بدی، میتونی کارت همراهت داشته باشی، کارت بکشی، فرق نمیکنه. آره
حالا دوستان عزیز، این بچه های سفارت ایران اومدن توی دو روز قرار بیان توی آنتالیا اونجا کار انجام بدن. من محمد مهدی بابام، حالا عسل و یکی دیگه از دوستامون میخواییم بریم اونجا که این یه قسمت از کار اونجا انجام بدیم که بعدش فقط قسمت آنکارا وزارت امور خارجه ترکیه بمونه که برم اونجا انجام بدم. دوستان عزیزم، من همراهان گرامی، برای من کامنت کنیم آیا واقعا شما با این مشکل مواجه هستید یا نه. هر سوالی در این زمینه دارید میتونید در قالب کامنت برای من بنویسید. ویدیو رو تا آخر ببینید، حتما جالب خواهد بود براتون. آمده کجا؟ چقدر زحمت میکشی بابا تو برای محمد مهدی؟ آنتالیا آمدیم هتل؟ سفارت ایران. آمدیم سفارت ایران، اومدن توی هتل که دو روز اینجا هستن کار انجام بدم. بابا برای کار محمد مهدی اومدیم، تاییدیه مدارکشون رو بگیریم. هم هتلی هست که بچه های سفارت جمهوری اسلامی ایران در اون ساکن هستم. در ورودی هست، میان داخل نوبت میگرم میرم بالا. از یه بیرونی داخل هست. بابا بنده خدا اینجا بایستاده. کپی مدارک رو گرفتیم، داریم میریم بالا. این کاغذ بازی اینجا هم ادامه داره، ببینیم که ما میشه یا نه. خیلی بود اونتو کردیم، خیلی بابا با الان اومدیم تو سالان انتظار، اینجا هم داریم بودو بودو بکنیم برای اینکه محمد مهدی بتونه به یه نتیجه برسه که انشاءالله سلامت بشه، وضعیتش از این دست بهتر بشه. دوستان عزیز دعا کنه براش که انشاءالله حالش خوب بشه. اینجا توی سالن انتظار هستیم، اون مدارک رو بازی کنیم. خیلی سخته این، یعنی مدارکی که از ایران میاد ترجمه ترکی میشه، یه بار دیگه باید بیاد توی سفارت آنکارا، سفارت ایران توی ترکیه، اونجا مهر بشه، دوباره بره توی سفارت وزارت امور خارجه ترکیه. رسیدیم سفارت ایران توی آنکارا. این جاده هستش، جاده تهران بهش میگن، تهران جاده سو بهش میگن. این هم سفارت هست، باید منتظر باشیم. برم مدارکی که توی آنتالیا بهشون دادم اونا رو تحویل بگیرم و ببرم وزارت امور خارجه. این سفارت ایران توی آنکارا هست. خدا میدونه الان اینجا بخواییم چقدر مرتل بشیم. نمیدونیم چه خبر. دوستان عزیز، همراهان گرامی، رفتیم مهر وزارت امور خارجه رو هم گرفتیم با موفقیت. الان داریم دنبال یه جایی میگردم که برم یه چیزی بخورم، چون از دیشب تا حالا که غذا خوردم چیزی نخوردم. بعد برگردم اسپارتا که برم کارهای محمد مهدی رو انجام بدم. اینجا آنکارا خیابون کوزیلای هستش. خیلی سرده، وحشتناک سرده، خیلی خیلی سرده. دلم قطع میکنم اصلا دستم میذارم و بذارم تو جیبم چون خیلی سرده. یه از پارتای آنکارا هستش، من قطع میکنم. دوستان عزیز،
وزارت امور خارجه هم رفتیم انجام دادن کارمون و ولی خدا ازشون راضی باشه، با وجودی که از اونجا هم باید نوبت میگرفتیم که با خود رفیقی وارد اون سازمان میشدیم، ولی گفتیم که از شهر دیگه اومدیم و نیاز داریم که زود کارمون انجام بشه، خیلی با احترام کارمون انجام دادن. چرا اینجوریه؟ هم کشوری خودمون، هموطن خودمون، یکی از دوستامون خشک شده، الان نشونتون میدم تو ویدیو، حتما از صبح با ما اومده و بنده خدا سواد نوبت گرفتن نداره، راش ندادن تو. چرا اینجوریه؟ ولی رفتیم وزارت امور خارجه کارمون رو انجام دادن. چرا همیشه غریب کشی میکنن؟ چرا همیشه توی یه کشور دیگه عوض این که پشت هم وایسن و هم دیگه کمک کنن هموطن خودشون برعکسه؟ خلاصه هفت خانه رستم رو طی کردیم به خاطر اینکه بخوایم شناسنامه ترجمه شده محمد که از ایران مهر وزارت امور خارجه، مهر دادگستری، مهر مترجم رسمی خورده بود، باز هم اینجا تاییدیه اونا رو بگیریم که این مهرها صحت دارن، یک بار از سفارت ایران توی آنکارا و یک بار از وزارت امور خارجه توی ترکیه. تموم شد، خدا رو شکر. امیدوارم این همه تلاشی که داریم انجام میدیم برای محمد مهدی که بتونه اینجا اقامت بگیره، که بتونه کار درمانش رو شروع کنه، به نتایج خیلی خیلی خوب برسیم. امیدوارم که خدا هر ثانیه و هر لحظه کنارش باشه. از دعای خیرتون محروم نکنید محمد مهدی رو، به دعای تک تکتون نیاز دارم. ویدیو رو حتما ببینید، برای دیگران نشر کنید، کامنت بذارید. اونایی که توی کشورهای دیگه زندگی میکنن برای من بنویسن حتما. توی چند بار توی این ویدیو گفتم آیا با همین مشکلی که توی ترکیه ما با سفارت ایران مواجه هستیم، شما هم توی کشور دیگه همین وضعو دارید؟ یه مدرکی چیزی میخواین اوکیشو بگیرید، تاییدیه برابر با حس کنید. از اینکه این با این ویدیو با ما همراه بودین از تک تکتون ممنونم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره.